هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی ما رو همراهی می‌کنه. خیلی خوش آمدین آقای حسنیاری. ارتش اسرائیل گفته با حملات هوایی پیشینش در حقیقت مقدمات حمله زمینی رو چیده و فراهم کرده. به نظر شما در صورت انجام حملات زمینی به غزه معادلات جنگ به کجا میرسه؟ چطور شاهد چه چیزی خواهیم بود؟ بله، درود بر شما خانم بختیاری و ملت شجاع ایران. همونطور که انتظار میره در هر یا انتظار میره در هر جنگی قدرت‌های مهاجم اولین کاری که میکنن این است که توانایی ضد هوایی طرف مقابل را از بین ببرن. در مورد ورود سربازان اسرائیلی به خاک غزه بایستی گفت که از اونجایی که حماس دارای پدافند هوایی نیست، لازم بود از دید اسرائیلی ها که در ابتدا به اصطلاح زمین رو پاک کنن از وجود هر گونه مقاومت جدی. بنابراین به همین خاطر هست که بمباران های ممتد هوایی طی چند روز گذشته به این معنا بود که هرچه هر آن مانع جدی که بر سر راه ورود سربازان اسرائیلی به غزه است اونها برداشته بشه، از بین بره و در نتیجه راه رو باز کنه برای ورود تانک های نفربرهای اسرائیلی به خاک غزه. این چیزیست که اتفاق خواهد افتاد. با این اعلام آمادگی و این حملات زمینی به غزه وضعیت غیر نظامیان چطور خواهد بود؟ این رو چطور میبینید شما؟ به طبع غیر نظامیان چه در نوار غزه و چه در اسرائیل در شرایط بسیار ناگواری قرار دارند، به خاطر اینکه در مورد غزه به عنوان نمونه از اونجایی که این سرزمین بسیار بسیار کوچکی است، باعث و تراکم جمعیت خیلی بالاست، هر گونه بمباران اسرائیلی خب تبعاتی برای غیر نظامیان خواهد داشت. چیزی که شاید مهم هست به اون اشاره بشه، گفته های اخیر محمود عباس رئیس جمهور یا رئیس این دولت خرگردان فلسطینی هاست که در تماس تلفنی که مادورو از رئیس جمهور ونزوئلا با او داشت گفته که اقدامات و سیاست های حماس مورد پسند مورد قبول فلسطینی ها نیستند. یعنی اینکه به نوعی می شود گفت که حماس نوار غزه رو، مردم غزه رو به گروگان گرفته برای این سیاست اجرای بخش مهمی از سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه. به همین خاطر هست که ناچار هست اسرائیل با دقت بسیار بیشتری بمباران ها رو انجام بده. منتها وضعیتی رو که شما هم به اون اشاره کردید، از نظر سوخت، از نظر نیازهای ابتدایی انسانی، نوار غزه در شرایط بسیار بدی است و می شود از این جنگ و جنگ هایی که در گذشته حماس باعث وانی اونها بوده به این نتیجه رسید که حماس گروهی است که برای مردم غزه، برای سلامت اونها و بهبودی وضعیت اونها چندان دغدغه‌ای نداره. به همین خاطر هست که رهبران حماس در کشورهای خارج از غزه هستن، خارج از فلسطین هستن و در نتیجه به عنوان نمونه اسماعیل هنیه اعلام میکنه که ما در غزه میمانیم در حالی که خود و خانوادش و دیگران در قطر و جاهای دیگر هستند. بنابراین ملت فلسطین رها شده توسط این گروه که باعث چنین بمباران هاییست و فشارها امروز بر اسرائیل بسیار زیاده که این بمباران ها رو خاتمه بده. دسترسی به دسترسی مردم فلسطین، مردم غزه رو به آب و برق و سوخت ممکن بکنه و تا حد ممکن از کشتار مردم غیر نظامی در این جنگ خودداری بکنه. منتها بایستی دید که در حمله زمینی که اسرائیل انجام بده چه عکس العملی از جانب حماس دیده خواهد شد و در نتیجه تقابل اسرائیلی ها با اون حملات چیست، به خصوص که همونطور که دبیر کل سازمان ملل گفته گروگان های زیادی رو حماس از اسرائیلی ها گرفته، اونها رو در تونل های زیرزمینی که کیلومترها وسعت دارن و تجهیزات نظامی خود رو حماس در اونجا مستقر کرده، این گروگان‌ها رو نگهداری می‌کنه. بنابراین اسرائیل طی سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته داشته هیچ دولت اسرائیلی نمی‌تواند تا زمانی که غیر نظامیان و نظامیان و یا نظامیان اسرائیل در اسارت چه گروه حماس باشه، جهاد اسلامی و یا حزب الله لبنان و یا دولت‌ها نظیر دولت سوریه،
نمیتواند آرام بنشیند تا زمانی که این گروگان ها در دست دشمنان اسرائیل هستند. بنابراین این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد با تلفات بیشتر برای مردم غزه و همینطور اسرائیلی ها.